بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز، علی خصوص خدمت همراهان همیشگی فرادرس. با درس آیین دادرسی کیفری که تقسیم میشه به آیین دادرسی کیفری 1 و 2 که ما در قسمت آیین دادرسی 1 در خدمت شما هستیم، از فصل 1 بخش کلیات. صادق تبریزی هستم، دانشجوی دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی. در مورد آیین دادرسی کیفری، اونطوری که میدونید در سال 1392 با تصویب آیین دادرسی کیفری جدید یک تحول عظیمی در حقوق شکلی کشور ایران به وجود اومد و یک سری نکاتی اضافه شد که قوانین بروز شد و در کنار اون یک قانون ماهوی تحت عنوان قانون مجازات اسلامی هم تصویب شد و این دو با هم در کنار هم به صورت موازی در بحث حقوق کیفری حرکت کردند. در ابتدا برای اینکه بفهمیم اصلا آیین دادرسی کیفری چیه و کجا کاربرد داره، تحت عنوان تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن در خدمت شما هستیم. ماده 1 آیین دادرسی کیفری از 0 تا 100 کلیه مباحث آیین دادرسی کیفری رو به ما نشون میده. دقت بفرمایید، در این تعریف به نظر من 90% مباحث آیین دادرسی کیفری ذکر شده. با هم یک بار با آرامش این ماده رو میخونیم تا بفهمیم که چی میگه. میگه آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجراء آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم به زهدیده و جامعه وضع میشه. اونطوری که در قانون آیین دادرسی کیفری قبلی وجود داشت، یک تعریف بسیار کم اهمیت و بسیار ضعیفی از آیین دادرسی کیفری شده بود و خوشبختانه به وسیله دکترین حقوق و نظام قضایی کشور و قسمت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یک سری قوانین جدیدی اضافه شد و تعریف‌های کامل، مانع و جامعی از این مبحث در اختیار ما قرار گرفت. خب این در مورد تعریف آیین دادرسی کیفری بود که ماده 1ش به اون اشاره میکرد. در بحث جزئیات آیین دادرسی کیفری، ما میخواییم بخش بخش و جز به جز این تعریف رو برای شما تحلیل کنیم. خب منظور از آیین دادرسی کیفری، آیین یعنی چی دوستان؟ آیین یعنی شیوه، نحوه رسیدگی به صورت شکلی که این شیوه رو به ما نشون میده توی آیین دادرسی کیفری وجود داره و در تعریف ماده 1ش سطر اول اومده. مورد دوم در خصوص دادرسیه، یعنی شامل هر نوع دادخواهی و تظلم خواهی در مرحله دادسرا و دادگاه رو میشه. پس به ما این شیوه دادخواهی و تظلم خواهی رو در مرحله دادرسی در دادگاه و دادسرا نشون میده. میای مورد سوم، بحث کیفری اشاره کرده. یعنی آیین دادرسی کیفری فقط مباحثی که جنبه کیفری داشته باشن رو مورد حکم خودش قرار میده و اونها رو بررسی میکنه. در اسلاید بعدی میرسیم به مجموعه مقررات و قواعدی است. نص صریح ماده که اشاره میکنه به مجموعه مقررات و قواعدی است یعنی چی؟ شامل چیا میشه؟ مهمترین اصلی که به عنوان قانون مادر حکم فرماست در نظام قضایی ما، قانون اساسی که به عنوان قانون مادر از اون یاد میشه، مرتبط با چی؟ با حقوق عامه مردم. پس مجموعه مقررات و این قواعد شامل اصلهای قانون اساسی مرتبط با حقوق عامه مردم میشه. به عنوان مثال اصل براءت که در اصلهای قانون اساسی ما ذکر شده. خب اینا رو تقسیم بندی کردیم به 2 قسمت این قواعد رو. قسمت اول صلاحیت مرجع رسیدگی، یعنی در بحث کیفری منظور از مرجع رسیدگی کجاست؟ مرجعی است به نام دادسرای عمومی و انقلاب. پس ما دادسرا رو تقسیم بندی میکنیم به دادسرای عمومی و انقلاب. 2 ادله اثبات اتهام. اینجا ادله اثبات اتهام مواردی که در قانون ذکر شده برای ما اشاره داره که اینها رو به تفصیل در مواد بعدی در بخش‌های بعدی خدمت شما عرض می‌کنیم. منظور از کشف جرم چیست؟
اصلا منظور از جرم و تعریف اون چیه؟ ما باید یک تعریف جامع و کاملی رو داشته باشیم. من ابتدا یه تعریفی خدمت شما داشته باشم. ما باید این تعریف رو تقسیم بندی کنیم به دو قسمت، یک تعریف عرفی، دو تعریف قانونی. منظور از تعریف عرفی چیه؟ همان هنجارها، بایدها و نبایدهایی که ما اونا رو تو عرف رعایت میکنیم و جامعه برای اونها ارزش گذاری کرده و اونها رو ما داریم در عرفمون رعایت میکنیم، اگر چنانچه اینها رو زیر پا بذاریم یعنی خلاف عرف و هنجار حرکت کردیم، پس یعنی از لحاظ عرفی ما مرتکب یک جرم شدیم. ولی چنانچه این هنجار شکنی ها بیاد به صورت جرمنگاری در قانون مجازات ما ذکر بشه، میشه همان تعریف ماده 2 قانون مجازات اسلامی که جرم رو برای ما تعریف میکنه. ماده 2 قانون مجازات اسلامی چی میگه؟ هر رفتاری ام از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، یعنی قانونگذار اون رو به صورت رفتار، ام از رفتار مادی و هر رفتاری که به صورت فعل یا رفتار معنوی به صورت فعل یا ترک فعل اونها رو ذکر کرده، ما اون رو در زمره جرائم و مجازات ها قرار میدیم. خب میرسیم به تقسیم بندی جرائم. تقسیم بندی میشه به دو قسمت، جرائمی که دارای جنبه حق اللهی هستند و جرائمی که دارای جنبه حق الناسی هستند. این یعنی چی؟ یعنی جرم هم دارای جنبه حق اللهیه و هم دارای جنبه حق الناسی. خب منظور از جرائمی که جنبه حق اللهی دارن چیست؟ این جنبه حق اللهی میتونه دو تا حیثیت داشته باشه، تو بحث های بعدی هم اشاره خواهیم کرد که از باب حیثیت میتونه به حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی تقسیم بندی بشه. از لحاظ حیثیت عمومیش تجاوز به حدود و مقررات الهیه، اما از لحاظ حیثیت خصوصیش تقسیم بندی میشه به حقوق شخص یا اشخاصی که به صورت مادی و معنوی ضرر و زیان میبینن. یک بعد دیگه ای از حیثیت عمومی تعدی و تجاوز به حقوق جامعه است. پس تقسیم بندی ما قسمت ها و شاخه های بسیار متفاوتی داره که ما باید ریز به ریز اینها رو بشناسیم و دقت کنیم. و جنبه حق الناسی هم که خدمت شما عرض کردیم که این بحث حق الناسی بودن و جبران ضرر و زیان های مادی و معنوی که در ماده های بعدی هست به تفصیل خدمت شما عرض خواهیم کرد. جرم چگونه کشف می شود؟ به نظرتون وقتی که یک جرمی اتفاق می افته چطور این جرم کشف می شه؟ از دو حالت خارج نیست که اینجا تقسیم بندیشو براتون آوردیم. یک، جرائم مشهود موضوع ماده 45 که بندهای الف تا ت اون ذکر شده که انشالله اشاره خواهیم کرد، یعنی یک جرم یا مشهوده در مرعی و منظر اون مواردی که ماده 45 ذکر کرده اگر اتفاق بیفته ما اطلاق جرم مشهود رو داریم. مورد دوم، اطلاق و تقسیم بندی ما در بحث تقسیم بندی جرائم غیر مشهود رو شامل میشه. پس ما باید یک نتیجه ای رو بگیریم، جرائم یا مشهوده یا غیر مشهود. ولی اصل چیه؟ اصل بر غیر مشهود بودن جرائمه، مگر آنکه مشهود بودن آن جرم طبق ماده 45 آیین دادرسی کیفری به صراحت و ریز به ریز ذکر شده باشه و غیر اون هر جرمی اتفاق بیفته در سطح جامعه ما اطلاق عنوان غیر مشهود بودن رو داریم. خب بریم اسلاید بعدی. در مورد تعقیب متهم، نص ماده گفته تعقیب متهم. یعنی چی؟ پس در مرحله دادسرا یه شاکی وجود داره، یه متهم وجود داره و پرونده‌ای که در دادسرا مطرحه. تعقیب متهم به عهده کیه؟ ما اصطلاحاً بهش میگیم قاضی تعقیب. یعنی کی؟ یعنی دادستان. ما تو بحث دادسرا قضاتی که هستن تقسیم بندی میشن به قضاتی که به عنوان قاضی تحقیق هستن و قاضی که یا همون نماینده مردم یا مدعی العموم که بهش میگیم قاضی تعقیب. این قاضی تعقیب عهده‌دار و مسئول تعقیب شخصی است که اتهام متوجه اوست، یعنی تعقیب متهم به عهده دادستان یا مدعی العموم که نماینده این مقام تعقیب کیا هستن؟ ضابطان دادگستری. خب اولا ضابطان دادگستری تقسیم میشن به ضابطان عام و خاص که به تفصیل اشاره خواهیم کرد. منظور از لفظ ضابط و اون چیزی که متبادر میشه به ذهن همان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که همان ضابطان و ماموران سبزپوش نیروی انتظامی هستند. یعنی اینا کیان؟
این عهدهدار برقراری نظم در سطح جامعه نمایندگی چه مقامی هستند؟ مقامی تحت عنوان دادستان که مدعی العمومه. طبق ماده 30 آیین دادرسی کیفری ما ریز به ریز مسئولیت و اختیار و وظایف ضابطان دادگستری رو اونجا اشاره کردیم بحث خواهد شد، ولی خب اینجا اون چیزی که لازم شما بدونید کسی که به عنوان قاضی تعقیبه، کسی که به عنوان مدعی العمومه، اسمش هست دادستان و نماینده این مقام در امر تعقیب ضابطان دادگستری میباشند طبق ماده 30. تحقیقات مقدماتی. قسمت دیگری از ماده اشاره کرده به بحث تحقیقات مقدماتی. خب منظور از تحقیقات مقدماتی چیست؟ ماده 92 آیین دادرسی کیفری به صراحت اشاره کرده که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است. یعنی اینجا به ما میگه که کسی جز بازپرس در مرحله دادسرا عهده‌دار تحقیق از متهم نیست. و وقتی که ماده به صراحت اشاره میکنه تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرسه، یعنی فقط بازپرس مسئول تحقیق از متهمه. در غیر موضوع ماده 302 همین قانون، مقام دیگر تحت عنوان دادیار عهده‌دار تحقیق در دیگر جرایم هست که به صراحت اشاره خواهیم کرد. این هم در مورد تحقیقات بود، چون بحث تحقیقات آثاری رو به دنبال داره که شما باید ریز به ریز اونها رو بدونید و ما اینها رو به تفصیل در مواد بعدی و اون نکاتی که مربوط میشه به جزئیات تحقیق اشاره کردیم که اونها رو باید یاد بگیرید. رسیدیم به بحث میانجیگری. اصلا میانجیگری یعنی چی؟ از کجا پیدا شده؟ این یک نهاد بسیار تازه تأسیسه که از کشورهای توسعه یافته در امر حقوقی وارد سیستم قضایی ما شده که در بحث سیاست جنایی این میانجیگری به یک میانجیگری ساده و یک میانجیگری فرا میانجیگری تقسیم بندی میشه که یک نهاد بسیار خاص و فوق‌العاده‌ایه که جهت ارجاع جرایم با درجات خفیف‌تر که یا توسط دادگاه و یا توسط دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی ارجاع میشه. یه نکته ای که وجود داره بدونید، این میانجیگری یک نهاد بسیار متفاوتیه که یک آیین‌نامه به خصوصی داره، در آخر قانون آیین دادرسی کیفریتون آورده شده و توسط وزیر دادگستری و هیئت وزیران تصویب شده و برگزاری امتحان اینها به اصطلاح باز کردن مؤسسه تحت قالب مؤسسه میانجیگر هر سال توسط قوه قضاییه معاونت منابع انسانی جهت دسترسی آحاد مردم ارجاع داده میشه. در اینجا اشاره کردیم به جرایم تعزیری. ببینید اینجا من 3 تاش رو اشاره کردم، 2 تا دیگه‌ش هم هست خدمت شما عرض خواهم کرد. جرایم تعزیری درجه 7 و 8، جرایم ویژه اطفال و نوجوانان، جرایم منافی عفت، جرایم ویژه رئیس جمهور و جرایمی که مربوط به دادگاه بخش میشن، این 5 مورد به لحاظ استثناءات قانونی به صورت مستقیم در دادگاه مطرح میشن که داخل در این درجه 7 و 8 اینها را ما به خاطر این اشاره کردیم که این جرایم تعزیری درجه 7 و 8 که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشن و به دادسرا نمیرن میتونن زیر نظر بحث میانجیگری قرار بگیرن و در اون چرخه به ادامه رسیدگی منجر بشه. میرسیم به صلح میان طرفین. منظور از صلحی که آیین دادرسی کیفری در بحث موادی که اشاره کرده، این هم یک نهاد تازه تأسیس و بسیار خوبیه در امور کیفری جهت حل خصومت میان شاکی و مشتکانه که در دست قاضی دادگاه و بازپرسه. یعنی چی؟ یعنی این صلح میان طرفین هم در مرحله دادگاه اتفاق میفته هم در مرحله دادسرا و یک سری شرایط خاصی داره که مقام قضایی در رسیدگی به پرونده اونها رو مورد بررسی و ارزیابی قرار میده و اگر چنانچه شرایطش فراهم باشه که طرفین یعنی شاکی و مشتکان بتونن با هم صلح کنن و حل خصومت کنن، این پیشنهاد رو به طرفین
میده. خب نکته مهمی که وجود داره اینجا و میخوام بهش اشاره کنم، تفاوت بین میانجیگری و صلح میان طرفین دعوا هستش. خب میانجیگری تعریف و جزئیاتش رو گفتیم، البته برای اینکه اطلاعات بیشتر و جامعی داشته باشید میتونید به مواد 82, 83 و 84 آیین دادرسی کیفری هم مراجعه کنید. قبل اینکه رسیدگی کیفری شروع بشه، یعنی شخص مقام قضایی وارد ماهیت قضیه بشه، اینها رو ارجاع میده به میانجیگر، به مؤسسه میانجیگری. یعنی میگه قبل اینکه ما بخوایم وارد ماهیت بشیم، اگر این امکان وجود داشته باشه که اختلاف بین شاکی و مشتکان حل بشه، اینها رو بفرستیم و ارجاع بدیم به یک نهادی که حل خصومت کنه. یعنی چی؟ یعنی قبل ورود به ماهیت قضیه. اما صلح میان طرفین شاکی و مشتکان پروسه کیفری رو طی کردن و امکان داره در مرحله دادگاه باشه و دادسرا باشه و اگر شرایطش فراهم باشه، این حل خصومت داخل در ماهیت قضیه اتفاق میفته. یعنی مقام قضایی ورود کرده به پرونده، ولی در حالی که در بحث میانجیگری وارد قضیه نشده. و این نکته بسیار مهم و کلیدی هستش که شما باید در شناخت میانجیگری و صلح میان طرفین در نظر داشته باشید. میرسیم به نحوه رسیدگی. منظور از نحوه رسیدگی چیه؟ البته این نحوه رسیدگی نسبت به نوع جرم و نوع دادگاه متفاوته. باید ما بدونیم وقتی که جرمی اتفاق میفته در چه محلی اتفاق افتاده، نوع دادگاه و صلاحیت رسیدگی مقام قضایی به اون جرم چیه؟ آیا صالح به رسیدگی نسبت به اون جرم هست؟ نیست؟ آیا باید این رو از موقعی که جرم اتفاق میفته رسیدگی کنه یا ارجاع بده به یک نهاد دیگه یا قسمت قضایی که صالح به رسیدگی اینه؟ الان اینجا تعیین تکلیف میکنه. پس یکی از شرایطی که آیین دادرسی کیفری در بحث نحوه رسیدگی ما نشون میده همین نوع جرم و دادگاهی که از همان ابتدا تا ختم رسیدگی ریز جزئیاتش رو برای ما بیان میکنه. رسیدیم به صدور رأی. منظور از صدور رأی چیه؟ اولا بدونید رأی اهم است از حکم یا قرار. این رأی نظر و تصمیم نهایی یک مقام قضایی در خصوص اظهار نظر در یک پرونده است. اما این رأی تقسیم بندی میشه به حکم یا قرار. حکم یک حالت کلی داره، یعنی تصمیم نهایی یک مقام قضایی در مرحله دادگاه که حکم کلی قضیه رو مشخص میکنه و یک جوری هست ما بهش میگیم قاطع دعوا، یعنی حقوق طرفین رو مشخص میکنه، به این میگیم حکم. اما قرار قاطع دعوا نیست. یک سری نظرات مقام قضایی در مرحله دادسراست یا بحث همون بگیم مربوط به تحقیقات مقدماتی، چون احتمال داره بعضی از تحقیقات مقدماتی در دادگاه به صورت مستقیم انجام بشه و حالت کلی تحقیقات مقدماتی که در این مرحله تحقیقات مقدماتی وقتی که بازپرس طبق نص صریح ماده 92 اقدام به تحقیق میکنه، دو تا قرار میتونه صادر کنه. یک قرار اعدادی بهش میگیم، دو قرار نهایی. یعنی قرارها تقسیم بندی میشه به یک به قرارهای اعدادی، دو قرارهای نهایی. منظور از قرارهای اعدادی این مواردیه که پرونده رو معد و آماده بررسی در یک مرحله و پروسه دیگر همون تحقیقات مقدماتی میکنه. به عنوان مثال چی؟ قرار ارجاع به مرحله کارشناسی، قرار استماع شهود، قرار معاینه محل. اما در خصوص قرارهای نهایی که یک قسمت دیگر از قرارها هستند، اینجا اظهار نظر و اظهار عقیده نهایی اون مقام تحقیق، قرار منع تعقیب موضوع ماده 265، قرار موقوفی تعقیب یا قرار موقوفی اجرا موضوع ماده 13 آیین دادرسی کیفری، یا بحث قرار جلب دادرسی، که اینها یک قرار نهایی هستند که پرونده رو از مرحله دادسرا به مرحله دادگاه جهت رسیدگی ماهوی میفرسته. یعنی آماده میکنه، پرونده آماده است، اینها رو انجام میده و نهایتا پرونده میرسه مرحله صدور کیفرخواست و پرونده از مرحله دادسرا خارج میشه و میره مرحله دادگاه. و اینجا با قرمز براتون مشخص کردم که
حکم قاطع موضوع دعوا و شکایت طرفین است، اما قرار که تقسیم میشه به قرارهای اعدادی و نهایی قاطع دعوا نمیباشد، فقط پرونده رو آماده میکنه برای یک مرحله بالاتر. مورد دیگری از نص ماده یک در بحث تعریفات اشاره کرده به طرق اعتراض به آرا. طرق یعنی راه و روش اعتراض به چی آرا. اینجا باید باز دقت داشته باشید. این طرق اعتراض آرا هم آرایی که شامل احکام میشه، هم آرایی که شامل قرارها میشه، که اینجا هم داخل پرانتز اشاره کردیم. منظور کلی اینه که راهکارهایی برای رسیدگی مجدد و بازنگری در آرا، که این آرا باید خیلی دقت بشه. تغییراتی در اصلاحیه آیین دادرسی کیفری اومد که در بحث اعتراض به قرارها و نحوه قرارها در تبصره ماده 80 این قانون به وجود اومد و طبق ماده 427 تبصره های 1 و 2 بعضی از آرا رو قطعی اعلام کردن و بعضی از آرا هم از قرارها و آرای کلی غیر قطعی اعلام شد و به صورت گسترده‌ای طبق ماده 270 اشخاصی که ذی‌نفع هستند در بحث اعتراض به آرا اونها رو مشخص کرد و نهایتاً دادستان یا مدعی العموم طبق ماده 433 بندهای الف تا آخرش اونها هم اشاره کرد که آیا دادستان در مرحله دادگاه و در مرحله دادسرا به عنوان طرف دیگر شکایت میتونه از آرا تجدید نظر خواهی بکنه یا نه. اینها رو به تفصیل اشاره کرده که ماده 80 427 اینها رو ریز بریز در بحث طرق اعتراض مورد بررسی قرار داده. خب بریم مرحله بعدی که قسمت دیگری از جزئیات آیین دادرسی کیفریه. میرسیم به جزئیات آیین دادرسی کیفری. قسمت دیگرش چیه؟ اجراء آرائه، که یک مرحله بعدتر از طرق اعتراض، یعنی ما اعتراض رو انجام دادیم، میرسیم به کجا؟ اجراء آرائه، یعنی اعتراض ها انجام شده، پرونده مسیرش رو طی کرده. در چه صورتی ما میتونیم این رأی و حکم یا قراری که صادر شده اینو به مرحله اجرا بذاریم؟ در صورتی که رأی قطعی و لازم الاجرا شد توسط کی؟ توسط قاضی اجرای احکام که در نهاد دادسرا مستقر می باشد، همون دادسرایی که معیت اون دادگاه انجام وظیفه میکنه، به مرحله اجرا گذاشته میشه. خب ما کی بدونیم که رأی قطعی و لازم الاجرا شده؟ پس کفایت قطعی شدن نمیذاره اینو اجراش کنیم. پس باید دقت کنیم، وقتی که رأی قطعی شد سپس لازم الاجرا یعنی تمامی طرق اعتراض، بررسی ها و اون زمانهای اعتراض، واخواهی ها، کل پروسش طی شد و نهایتاً بعد از گذشت از اون مرحله اتمام حکم رسید دست کی؟ دست قاضی اجرای احکام، که در کجاست؟ در نهاد دادسرا. زیر نظر کی فعالیت میکنه؟ دادستان یا مقام تعقیب که رئیس دادسراست، که در مواد بعدی جزئیات دادستان رو اشاره خواهیم کرد. و پس از قطعی و لازمون اجرا شدن، این رأی قابلیت اجرا رو دارد. جزئیات دیگری که در بحث آیین دادرسی کیفری اما فصل یک و مربوط میشه ماده یک، به صراحت اشاره کرده تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی ضابطان دادگستری. خب ببین به چند قسمت تقسیم بندیش میکنیم. یک، تعیین وظایف، تعیین اختیارات. این وظایف اختیارات شامل چی کسایی میشه؟ یک، مقامات قضایی. دو، ضابطان دادگستری. حالا تو بحث ماده 28 و 29 به صراحت اشاره کرده که اصلا اختیارات مقام قضایی، اختیاری که به عنوان مثال ضابط دادگستری که زیر نظر دادستان داره فعالیت میکنه، وظایفشون چیه، اختیاراتشون چیه، و طبق ماده 28 و 29 به صراحت اشاره کرده. در بحث اختیارات مقام قضایی شامل دادستان، بازپرس، دادیار، قاضی دادگاه و قاضی اجرای احکام میشه. یعنی میگه دادستان وظیفه یا صلاحیتش چیه. به عنوان مثال بازپرس وظیفه، اختیار و صلاحیتش چیه. دادیار وظیفه، اختیار و صلاحیتش چیه. یا شخص قاضی اجرای احکام یا خود قاضی دادگاه وظیفه، اختیار و صلاحیت و نوع دستورها یا قرارهای احکامی که صادر میکنه باید تحت چه شرایطی باشه. و
و شرایط قانونی خاصی رو برخوردار باشه و جزئیات اینها. در خصوص ضابطان دادگستری من یه اشاره‌ای کردم، اما یک اشاره جزئی تر هم میکنم. ما انواع ضابط داریم، یعنی در بحث ضابطان دادگستری یک میخواییم هم انواع ضابط رو بررسی کنیم هم ماهیت ضابطان رو، یعنی یک شخصی که هست آیا ذاتن و ماهیتن ضابط ذاتی هست یا در بعضی از موارد در حکم ضابط و زیر نظر مقام قضایی میخواد انجام وظیفه کنه. اینها رو باید به تفصیل ما اشاره کنیم. وقتی که اینها مورد بحث قرار میگیره به تبع اون میگه این اشخاص و دیگر آحاد جامعه که در امر کیفری دخالت دارن باید حقوق متهم به زهدیده و جامعه که توسط آیین دادرسی کیفری وضع میشه رعایت بشه. یعنی یک قاعده آمره ای رو از بالا داره بر ما متصور میکنه که ما باید طبق این آیین دادرسی کیفری یک قانون شکلیه حتما حقوق متهم به زهدیده و جامعه در تمامی مراحل رسیدگی، یعنی از بدو شروع تا پایان رسیدگی، صدور حکم و اجرای اون ریز به ریز اجرا بشه. چون این یک بحث کاملا جامعه شناسی و جرم شناسیه، هم شامل اشخاص حقیقی میشه و هم شامل اشخاص حقوقی میشه. یعنی در این قانون هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشر برایت حقوق جامعه که متجانس با هم هستن ریز به ریز بررسی میشه و ما ملزم هستیم طبق دستورات قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری حقوق این سه قسمت رو رعایت کنیم تا بتونیم عدالت واقعی رو تو جامعه اجرا کنیم. و اینکه بیشتر میشه رو بحث متهم به زهدیده و جامعه شامل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در پروسه کیفری دخیل هستن جز به جز باید رعایت بشه. در یک تقسیم بندی دیگه اینها رو میتونید به صورت راحت و با شماره گذاری یاد بگیرید. یک بار دیگه مرور میکنیم آیین دادرسی کیفری که تعریفش کردیم مجموعه مقررات و قواعدی است که برای یک کشف جرم، جزئیاتش رو اشاره کردیم، تعقیب متهم، 3 تحقیقات مقدماتی، 4 میانجیگری، 5 صلح میان طرفین، 6 نحوه رسیدگی، 7 صدور رأی، 8 طرق اعتراض به آرا، 9 اجراء آرا، 10 تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی، 11 ضابطان دادگستری رعایت حقوق متهم به زهدیده و جامعه وضع می شود. خب دقت کنید این تقسیم بندی میشه به 11 قسمت. دوستان پیشنهاد من اینه که تمامی این 11 مورد رو به صورت کاملا ریز و با دقت به حافظتون بسپارید، چون ما با ریز به ریز اینها در بحث‌های آینده کار خواهیم داشت. میرسیم به استنادات قانونی آیین دادرسی کیفری که تو سرفصل اشاره کردیم. آیین دادرسی کیفری اشاره میکنه که دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد. یعنی چی؟ این قانون چی رو بهمون میخواد بگه؟ یعنی حقوق طرفین دعوا. یعنی کی؟ یعنی شاکی، متهم، بزهدیده یا جامعه باید حقوق اینها رو چیکار کنه؟ تضمین کنه طبق نص صریح قانون و قواعد آن نسبت به اشخاص، گفتیم اونجا هم از هر شخصی هم از حقیقی و حقوقی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند به صورت یکسان این حقوق اعمال بشه. یعنی چی؟ یعنی تمامی افراد به صورت مساوی در برابر قانون باید مجرم شناخته بشن، متهم شناخته بشن و تمامی این موارد قانونی به صورت یکسان و بدون اعمال کوچکترین نفعی نسبت به طرف مقابل، یعنی اصل بی‌طرفی باید اجرا بشه. و ماده 2 هم همین رو اشاره کرده و جزء به جزء مواردی رو که حقوق طرفین باید در این پروسه رعایت بشه رو اشاره کرده. یعنی از همان لحظه تعقیب
تا لحظه‌ای که حکم صادر میشه قانون حقوق افراد رو جوری تنظیم کرده که قاضی دادگاه، نهاد تعقیب، نهاد تحقیق موظفه بر اساس اون قانون به صورت یکسان در برابر حقوق افراد رسیدگی کنه و فصل و حل خصومت کنه. میرسیم به نکته 3. اینجا با یک رنگ آبی براتون مشخص کردم. اصل بر براءت است. طبق قانون اساسی ما که یکی از مهمترین و کاربردی ترین اصلیه در سیستم قضایی ما، اشاره میکنه که اصل بر براءت است و این رو هم خوشبختانه در آیین دادرسی کیفری ما ذکر کردم و اشاره میکنه هر گونه اقدامی که محدود کننده آزادی باشه و هر نوع اقدامی که منجر به ورود به حریم خصوصی اشخاص بشه جز به حکم قانون، یعنی اونجایی که آیین دادرسی کیفری با یک سری شرایطی که مشخص کرده و به صورت آمره امر کرده به مقامی که میخواد این مجوز رو بده اینها رو ریز به ریز ذکر کرده و با رعایت اون مقررات و تحت نظارت خود مقام قضایی باید این مجوزها حتی در جرایم مشهود برای ورود به حریم خصوصی افراد، ورود به منزل شخصی فرد، این اجازه ها باید به صورت موردی از مقام قضایی اخذ بشه وگرنه مجاز نیست. پس 3 مورد رو اینجا به صراحت اشاره کرده. هر نوع اقدامی که محدود کننده آزادی باشه یا سالب آزادی باشه و یا ورود به حریم خصوصی اشخاص باشه جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت، ببین وقتی که نمی‌نویسه هر صورت، یعنی اطلاق عام و کلی داره که این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. یعنی قانون حیثیت و کرامت اشخاص رو به درجه‌ای با ارزش میدونه که میگه در هر صورت، یعنی اطلاق عام داره که حتی وقتی که قانون همین اجازه رو میده هیچ شخصی، هیچ مقامی نتونه به شخصیت و اون کرامت انسانی شخص توهین کنه و یک نکته بسیار جالب و حائز اهمیتی. از دیگر اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری اینو به ما میگه که وقتی که ما یک متهم رو مورد تعقیب و یا تحقیق قرار میدیم باید در اسرع وقت، این اسرع وقت یعنی فوریت، اون زمانی که اقتضا میکنه در اون اسرع وقت بدون فوت وقت، شخص متهم از موضوع و ادله اتهام انتصابی آگاه بشه. یعنی وقتی که ما یک متهم رو گرفتیم، تحت تعقیب قرار دادیم، در اون اسرع وقته باید بدونه که دلیل و موضوعی که این شخص به واسطه این موضوع وارد پروسه کیفری شده چیه؟ باید آگاهی کامل رو داشته باشه. مورد دوم که یک نوآوری بسیار جالب و قشنگی تو قانون اساسی کیفری ما، در تمامی جرائم باید اونو مطلع کنیم از حق دسترسی به وکیل. یعنی شخصی که در جریان تعقیب و تحقیق قرار میگیره در قالب متهم، باید بهش بگیم که شما این حق رو داری به یک وکیل دسترسی داشته باشی و در حدود قانونی باش مشورت کنی و بتونه کمکت کنه. مورد بعدی و سایر حقوق دفاعی. این حقوق دفاعی تمامی جزئیاتی که در قانون احترام به حقوق شهروندی، حقوق بشر، اینها رو ذکر کردن طبق ماده 7 این قانون. باید این متهم از این حقوق دفاعی خودش آگاه باشه. با توجه به این که در این قانون از این حقوق بهره‌منده، باید بدونه که طبق این 3 مورد چه کارهایی میتونه برای دفاع از خودش انجام بده. و در این مورد هم مقام قضایی باید نهایت کمک و راهنمایی رو برای متهم انجام بده. میرسیم به بحث بزهدیده شاکی یا مشتکاً. یک تعریفی رو با هم باید داشته باشیم از شخص بزهدیده، از شخص شاکی و شخص مشتکاً. شخص بزهدیده خب مشخص شخصی که متحمل ضرر و زیان شده، یعنی یک جرمی اتفاق افتاده و این شخص به نحوی از وقوع اون جرم متحمل ضرر و زیان شده. پس تو بخش نکته 5 به این اشاره میکنیم که بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند. از کجا؟ از مرجع رسیدگی. مرجع رسیدگی ما کجاست؟ دادسرای عمومی و انقلاب.
تحت عنوان شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، مدعی خصوصی نامیده می شود. پس هر جایی به چشمتون خورد، مدعی خصوصی کیه؟ شاکی کیه؟ شاکی کسیه که از مراجع قضایی برای جبران ضرر و زیان خودش یک درخواستی رو میکنه که این درخواست جنبه کیفری داره. میگه یک ضرر و زیانی بر من وارد شده، ولو ضرر و زیان معنوی یا ضرر و زیان مادی. من دوست دارم جناب مقام تعقیب اینو چیکار کنی؟ تعقیب کنی. من اینجا میشم شاکی. اگر این ضرر و زیان‌های مادی رو بخواد مطالبه کنه، صرف درخواست این ضرر و زیان‌ها در قالب مدعی خصوصی که اینجا باید چیکار کنه؟ با ارائه دادخواست به دادگاه تا پایان اون مرحله رسیدگی میتونه تمامی مواردی که در قالب ضرر و زیان بهش وارد شده رو مطالبه کنه. اقامه دعوای عمومی و خصوصی. ما در بحث دعوای عمومی و خصوصی در مرحله دادسرا یک جزئیاتی رو اشاره کردیم در نص ماده 1 و حالا به تفصیل میخوایم اونها رو برای شما بگیم. تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی بر عهده کی؟ دادستان. یعنی کی؟ همون کسی که مدعی العمومه، همون کسی که وقتی تعدی و تجاوز میشه به حدود الهی از باب حیثیت عمومی یا جنبه عمومی یا در اصطلاح عرفی میگیم چی؟ این جرم عمومی داره، جنبه عمومی داره، از باب اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی عهده‌دار تعقیب متهمه، همین که بهش میگیم قاضی تعقیب. و اقامه دعوا و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است. هرگاه این شاکی جبران ضرر زیان‌های مادی خود رو تقاضا کنه، میشه کی؟ مدعی خصوصی. پس هر جا شنیدید که در بحث تعقیب وقتی که بخوان یک شخصی رو تعقیب کنن، حتما دادستان عهده‌دار تعقیبه، نه بازپرس، نه خود شاکی صرفا. و هرگاه بخوایم از باب دعوای خصوصی یک شکایتی رو انجام بدیم و مدعی بحث گرفتن ضرر و زیان باشیم، اینجا باید درخواستی رو داشته باشیم از دادسرا یا دادگاه که در قالب شاکی یا مدعی خصوصی قرار خواهیم گرفت. ما جرائمی داریم که این جرائم طبق قانون مجازات اسلامی ما تقسیم بندی میشن به جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت. یک نکته ای رو بگم خدمت شما بدونید، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم در کل قانون مجازات اسلامی ما، مگر اینکه قابل گذشت بودن اون طبق قانون مجازات اسلامی و طبق نص صریح موادی که وجود داره و اینها جمع‌بندی شده، این جرم قابل گذشت باشه. پس اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائمه، مگر اینکه قابل گذشت بودن اون توسط قانونگذار به صراحت مشخص بشه. میگه تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف میشود. یعنی در جرائم قابل گذشت اگر ما تا زمان اینکه این شکایت رو نریم مرحله دادگاه شروع نکنیم، تعقیب این از سمت دادستان امکان پذیر نیست، چون میگه قابل گذشته، ناظر بر شخص خود شاکیه. پس شاکی باید یه قدم بیاد مرحله دادسرا، شکایت رو تنظیم کنه، تعقیب رو از دادستان بخواد. در این صورت با شکایت شاکی پروسه کیفری شروع میشه و اگر چنانچه در هر مرحله از دادرسی در دادسرا گذشت کنه، شکایت اون طبق ماده 13 آیین دادرسی کیفری و همون بند الفش قرار موقوفی تعقیب صادر میشه. و اگر چنانچه این جرم پروسه کیفریش رو طی کرده و در مرحله اجرای مجازات باشه، طبق باز ماده 13 قرار موقوفی اجرای مجازات صادر میشه. در بحث شرایط موقوفی تعقیب طبق ماده 13 به صراحت اشاره شده. تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است، خب طبق قانون یعنی چی؟ یعنی جهات قانونی شروع به تعقیب و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر. این جزئی از شرایط موقوفی تعقیب یا شرایط موقوفی اجراست. بند الفش چی میگه؟ فوت متهم یا محکوم علیه در
ادامه پروسه کیفری یا در بحث ادامه اجرای مجازات. در این مورد 4 تا فرض حاکمه. فرض اول اینه که متهم قبل از شروع به تعقیب فوت کنه که تعقیب اصلا شروع نمیشه و پرونده توسط خود دادگستری یا ضابطان دادگستری اصلا بایگانی میشه. در بحث فرض دوم اینه که متهم قبل از صدور حکم و بعد از شروع به تعقیب فوت کند که اینجا تحت هر شرایطی قرار موقوفی تعقیب متهم صادر میشه. در فرض سوم متهم بعد از صدور حکم و قبل از قطعیت آن فوت کند که حکم صادر قطعیت پیدا نمی کنه و آثار اون از بین میره. و در فرض چهارم اینه که متهم بعد از صدور حکم قطعی فوت کند که صرفاً کیفرهایی که جنبه مالی دارند به موقع اجرا گذاشته میشه، که اینو اساتید و دکترین حقوق و نظریات و آرای مشورتی بهش اشاره کرده. در مورد بند ب، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت. گفتم در هر شرایطی وقتی که شخصی مرتکب جرمی میشه و اون جرم از جرائم قابل گذشت باشه و شخص شاکی یا مدعی خصوصی گذشت کنه، قرار موقوفی تعقیب یا قرار موقوفی اجرا برای اون صادر میشه. خب میرسیم به شمول عفو. عفو چیه و چند نوع عفو داریم؟ ما 2 نوع عفو داریم. 1 عفو عمومی و 2 عفو خصوصی. ببینید عفو عمومی توسط قانون، به عنوان مثال در سال 1358 توسط شورای انقلاب اسلامی که یک عفو عمومی بود که در مجلس تصویب شد و در قالب قانون قرار گرفت و نهایتاً مواردی رو که شامل میشد رو موارد شمول عفو قرار گرفت و نهایتاً محکومان و تمامی کسایی که اصلا در پروسه کیفری بودن، چه حکم صادر شده بود چه نشده بود، شامل این عفو عمومی قرار گرفتن. و نکته مهمش اینه که این عفو عمومی حتما باید توسط قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی اعمال بشه. مورد بعدی عفو خصوصی یا همان عفویه که مقام معظم رهبری در اختیار داره و ریاست محترم قوه قضاییه با پیشنهاد اینها به مقام معظم رهبری و بعد از موافقت ایشان، البته استثناءاتی هم همیشه مطرح میکنن، بعد از موافقت مواردی که شامل عفو خصوصی میشه و اشخاصی که مورد شمول این عفو قرار میگیرن، آثار مجازات اونها به کل از بین میره. که به عنوان اطلاع و نظارت میتونید به ماده 96, 97 و 98 قانون مجازات اسلامی مراجعه کنید. خب میرسیم به مورد نسخ مجازات قانونی. در بحث نسخ مجازات قانونی ماده 9 قانون مجازات اسلامی اشاره کرده که فقط توسط قانون که میتونه به صورت نسخ صریح یا نسخ ضمنی اعمال بشه که در اختیار قانون گذاره. میرسیم به بند 3، شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون. دوستان یعنی چی؟ ماده 105 تا 113 مرور زمان رو در 4 مقطع تقسیم بندی کرده. الف مرور زمان شکایت، ب مرور زمان تعقیب، جیم مرور زمان صدور حکم و دال مرور زمان اجرای حکم، که اگر از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موعد مقرر در موارد مذکور شکایت طرح نشه گمان 1 ساله، کل آثار جرم از بین میره. البته این 1 سال برای مواردیه که از زمان اطلاع از جرم که فرصت داره برای شکایت، برای اون مواردی که اشاره کردم خدمت شما، اونها جزئیاتی داره که در بحث مواد 105 تا 113 قانون مجازات اسلامی به صراحت به اونها اشاره شده. میرسیم به بحث توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون. نکته‌ای که باید شما مد نظر قرار بدید و بدونید در مورد توبه، توبه حتما باید نزد مقام قضایی یعنی اون قاضی که حکم رو صادر میکنه به اصطلاح انجام بشه و شخص متهم با اظهار ندامت و پشیمانی مواردی که قانون اونها رو مشخص کرده، همان مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی که در اختیار قاضی محکمه است، اصولا هم دادسرا حق دخالت در این رو نداره، اعمال میشه و از موارد شرایط موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا میشه. و بنده چه اعتبار امر مختومه یا همان اعتبار امر قضاوت شده است در هر شرایطی که ورود مجدد در پرونده که مختومه شده یا صدور حکم جدید از
بحث جنبه های مختلف، این رو باید در نظر داشته باشید و بتونید موارد الف و چه رو اعمال کنید. تفسیری که این ماده 13 داره نوشته درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میشه. خیلی نکته مهمیه که تحت هر شرایطی چه شاکی گذشت بکنه چه نکنه، چه جرم از جرم قابل گذشت باشه و غیر قابل گذشت باشه، دیه بحثش جداست و حتی در مواردی بدون صدور کیفرخواست و یک سری پروسه کیفری پرونده به دادگاه میره و طبق قوانینی که مربوط به دیه هست اعمال میشه. در مورد تبصره دو که اصلاحی سال 1394 بحث جنون رو آورده، اینجا گفته که هرگاه مرتکب جور پیش از صدور حکم قطعی، ببین دقت کن، پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف میشه. این یک اصلیه، یعنی پیش از صدور حکم وقتی که یک شخصی مبتلا به جنون بشه دادرسی متوقف میشه، مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه، یعنی در حالتی که سالم باشه، نیز نمیتوانست از خود رفع اتهام بکنه. که این یک بحث خاصیه که در بحث شاکی که وجود داشته باشه یا شاکی که وجود نداشته باشه یک موارد ریزی هست که انشالله اون رو در بحث‌های آینده و در بحث قانون مجازات اسلامی خدمت شما عرض خواهم کرد. مورد دوم در خصوص تبصره دو این ماده میگه در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ میشه که ظرف مهلت 5 روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکاب، یعنی هر جرمی رو مرتکب بشه، و میزان و مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین شده و تعقیب و دادرسی ادامه پیدا میکنه. یک موردی رو بدونید در بحث جنون، عارض شدن جنون در مراحل مختلف، الف جنون حین ارتکاب جرم، از عوامل سالب مسئولیت کیفری که ماده 22 انجلسی کیفری اشاره کرد. مورد ب، جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف میشه، مگر در جرائم حق الناسی که همین در تبصره 2 ماده 13 اشاره شده. در مورد جنون پس از صدور حکم قطعی قانونگذار در تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات مقرر داشته که هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد، یعنی جرائم حدی، پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود، حد ساقط نمیشه و نسبت مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارند مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم مانع از تعقیب و رسیدگی نیست. خب اینو تفسیر هم اشاره کردیم و در ماده 503 قانون اساسی کیفری نیز ابتلا به جنون پس از صدور حکم قطعی در جرم تعزیر را به تعویق میندازه. و نهایتا مورد دال اینه که جنون حین اجرای حکم طبق تبصره ماده 503 آیین اساسی کیفری مقرر داشته که محکوم به حبس و یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقد در حبس به سر میبره تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری میشه که این ایام جزء مدت محکومیت وی محسوب میشه. که این بحث کلی بود در باب جنون. ما بحث جنون رو در بحث خطای محض داریم که جنایات مجنون جزئی از خطای محض محسوب میشه و خطای محض هم دیهش بهده کیه عاقل است که 500 دیه رو مکلف عاقل پرداخت کنه و نسبت به جنایت کمتر از موضوعه نیست، هرچند که مرتکب نابالغ یا مجنون بشه. این هم یک توضیحات کلی بود در بحث شرایط موقوفی تعقیب در بحث مجنون که باید ریز به ریز شما بدونید، چون نکات مهمی داره که باید مد نظر قرار بگیرید. در بحث جنون نکته آخرم که خدمت شما عرض کنم، طبق تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 این جنون رو هم از ادواری و دائمی، ببینید ما دو تا جنون داریم، یک جنون دائمی، دو جنون ادواری، که اینها با توجه به شرایط جنون دائمی که خب مشخصه 24 ساعته در حالت جنونه، ولی جنون ادواری در مواردی افاده
اتفاق پیدا میکنه، یعنی اون جنونش که حادث شده از بین میره و نهایتا یک شخص عادی میشه و در یک سری شرایطی با توجه به مواردی که اعلام میشه مجنون حساب میشه و تشخیص اون بر عهده پزشکی قانونی و ملاک زمان جنون وقتی باشه که جرم اتفاق میفته و مرتکب جرم جنون داره و جنون حادث شده، که در اینجا به معنای انحصار به جنون ادواری نیست، چون لفظ تو این ماده اومده تا زمان افاقه به معنای انحصار و همون جنون نیست، که در این شرایط باید آثار توبه مرتکب گاهی که به صورت سقوط مجازات هم میشه در برخی از موارد مورد تخفیف مجازات که توسط قانونگذار قرار گرفته و حمایت قانونگذار رو شامل میشه که نهایتاً به تقاضای عفو از مقام رهبری هم اینو میرسونن. و این مواردی بود در بحث فصل اول و جزئیاتی که تا این مواد بود و نکاتی که در بحث یادگیری آینده رسی کیفری لازم بود خدمت شما عرض کنیم.